بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مقدس قم در روز دوشنبه ششم آذر ماه 1402 شاهد برگزاری مراسم عزای فاطمی به مناسبت ایام شهادت بانوی دعالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 75 روز بود. جمعی از شیعیان و مؤمنان شهر مقدس قم و همچنین شخصیت‌های دینی، فرهنگی و حوزوی این شهر در این مکان حضور یافتند تا در کنار مرجع عالی قدر در سوی شهادت مادر امام زمان ارواحنا فداه اقامه عزا کنند. از سوی دیگر در عراق مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف و شهر مقدس کربلا و دیگر شهرهای این کشور با حضور اقشار گوناگون مردم و مراجع تقلید شیعه برگزار شد. در عزاداری نجف اشرف که جمع عظیمی را شامل می شد، سوگواران با پیاده روی خود را به مرقد مطهر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رسانده و در آنجا عزاداری کردند. شایان ذکر است مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام این مراسم را به شکل زنده از تلویزیون های ششگانه خود پوشش دادند. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. فاطمیه روزهایی است که شیعیان به مناسبت شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها عزاداری می کنند. شیعیان عراق و به ویژه در شهر مقدس کربلا و نجف اشرف در این ایام برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری می کنند. امسال هم مطابق با سنوات گذشته زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف همراه با جمعیت عظیمی پیاده روی باشکوهی را انجام دادند. این پیاده روی بزرگ و یک پارچه به مناسبت فاطمیه بنابر نقل 75 روز با حضور آیت الله العظما شیخ بشیر نجفی از مراجع تقلید شیعیان در نجف اشرف برگزار گردید. نظیر این برنامه هم از سالها پیش در قم با حضور مراجع تقلید شیعه آیت الله العظما وحید خراسانی و مرحوم آیت الله العظما میرزا جواد تبریزی در فاطمیه بنابر نقل 95 روز برگزار می شده و کماکان ادامه دارد. علاوه بر نجف اشرف در شهر مقدس کربلا و سوق شیوخ نیز به مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره مراسم تشییع نمادین و پیاده روی باشکوهی به مناسبت شهادت سرور زنان عالم برگزار شد. این روزها حرم‌های مطهر حضرت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیهما شاهد برپایی مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله با حضور مردم و موکب‌های عزاداری می‌باشد. حرم‌های مطهر ائمه اطهار سلام الله علیهم در کاظمین و سامرا و حرم‌های مطهر سایر امامزادگان در دیگر شهرهای عراق نیز این روزها شاهد برگزاری مراسم سوگواری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می‌باشند. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه.